سلام، خوش اومدید به امیر گیم شو و یه قسمت ویژه دیگه از دث استرندینگ. چرا ویژه؟ چون توی این قسمت می‌خوایم بریم زارن یه محتوایی توی این بازی هست در رابطه با هیلو می‌خواستم بگم هاف لایف، که خب یه چیزی توی ایمیل ها میاد و شما باید خودتون برید پیداش کنید، هیچ چیزی هم نشون نمیده. اگه بخوام به طور خاص بتونه شما وقتی میان اینجا توی بخش اکتیویتی ها میل می‌بینید که اینجا نوشته، شما می‌دونید که یه رودخونه‌ای هست در شمال همین جایی که ما هستیم، این بانکر من الان از پورتنات سیتی برگشتم به بنجامین، پیش بنجامین هنکاک اینم بگم، والا یادم رفت. و خب گفته در یه رودخونه‌ای هست در شمال اینجا که اون رودخونه در غرب کپیتال نات سیتیه، یعنی چپ غرب، یعنی چپ دیگه، چپ کپیتال نات سیتی که اون برابر باشه. خب میاد اینو میگه فقط این مسیر اینجا رو، رودخونه رو دنبال کن تا برسی به شمال شرقی از مرکز، همین از وسط این رودخونه به شمال شرقیش برو و یه چیزی پیدا کن، یه چیز مکعب مانند اونجا برو پیداش کن و این لاسکارگو رو برای ما برگردون. خب حالا ببینیم رو مپ، خودم الان چکشن کردم رو مپ. خب مپ رو نگاه میکنیم، نگاه کنم میگه شمال یعنی شرق این، یه جایی تو اینجاست، یعنی وسط رودخونه اینجا، اگه بخوایم حسابش کنیم یه جای اینجا. این دو طرف رودخونه رو بعد نگاهش کنیم، از روی اینکه هیچ معلوم نیست. یه لاست کارگوی رو بریم اونجا پیدا کنیم. متال اینه، این چیه؟ پست باکسه. اینجا چی نیست؟ مسیرهایی که ما ازشون رد میشیم تبدیل میشن به جاده. آه، منظورش اینه که این جای پاهامون که میمونه. این چه اینجوری میکنه؟ بذار برو سوار شو. اونجا بدونه لاست کارگوه. ای بابا، اینا چیه؟ دقیقا بیتی ها اومدن از شانس بعدمون. نه لطیا، بذارید دارم اینجا جستجو میکنم. این چیه؟ اینجا کل چیزه. اومد دنبال یه مکعب بگردیم. این چیه؟ مایست رو ببینم، قلب روش داره. اوه، این جدیده آجی. بره ببینم. نه برش دار، سوار موتور شو برو بریم. کجا برسونمش؟ برو بریم که بچه ها هف لایف رو گیرو بردیم. بریم بندش به بنجامین هنکاک. بای بای میکنه باید. من بار اول که بازی میکنم خیلی توجه نمیکنم، بعدا یه بار ویدیو ده بودم ای داره بای بای میکنه براش. نه بعد آروم بریم. خب این یه قلب بعد بهش تحویل دادیم. بنجامین هنکاک میک دلیوری دلیور دی لاست کارگو ایناشا. یه دونه کیوبه. حالا چی میشه؟ برگشتی؟ آره ای بابا، همه منو شرمنده کردی. من که خوشحالم از این موضوع. آه قرار است که آدم بره. این برای تو. چی؟ اوه مای گاد،
اینا که گوردن فریمن بود. گوردن گلاس او مای گاد. ایوان چیز خواستی هم نگو، فقط همینجوری اینا که چی کار میکنه. ایوان داشت مجید و ایوان. خب نمیشته این گلاس توسط یک فیزیکدان بسیار نابغه و افسانه‌ای به اسم گوردون فریمن، حالا فریمنش نمیده گوردون پوچیده میشده، که خب چهره رو خیلی دانشمندتر و عقل کلتر نشون میده و خب مثل دقیقا همون خود گوردون. بعد نکته اینجاست که اینو نمیشه کاستومایزش کنین، ورش کن. ای بابا بیا بیاییم بر ببینم چه اینجوری کنه امروز. نگاه کن قیافه رو، عینکی شدم. خب اینم از هاف لایف. خب بچه ها برگشتیم به پورتنات سیتی، حالا بریم تو مپمون نگاه کنیم ببین ما بریم اینجا دیگه. الان اینجا ماموریتمون اینجاست، میخواییم بریم سوار کشتی بشیم. اینم از هاف لایف و بچه ها خیلی دوست داشتم بدونن قضیه چیه، گفتم نریم از اینجا اول نشونشون بدم بعد بریم. خب بخواهی بری سوار کشتی بشی قبل از اینکه کارو کنی. آره میگه مطمئن شو که آره میگه اگه چیز داری محموله چیز داری برسون بعد چیز کن، بعد ادامه شو برو. You could just delay your boat trip until you've tied up with. ولی اگرم میتونی به تاخیر بندازی و سوار کشتی نشی. نه دیگه رفتیم اون هیلو هاف لایف هم رفتیم. بریم سوار شیم دیگه. خب یک گاز بزن. این نکته رو بچه توجه کنید، هی بهش که بیا بخور نمیخوای. پس تو هم اومدی؟ آره من به این آسونی ها شکست نمیخورم، نمیشکنم. تو همون عوضی رو دیدی؟ آره هیگز اسمش، اون رئیس گروه جدای طلبه هست. یه جوره به نظر میزید که داشت بی تی ها رو کنترل میکرد. جواب داد که خب اون لولش 7ه، دومش خیلی بالاتره، برای همین میتونه بی تی ها رو هم کنترل کنه. Seems like you know a lot about him. به نظر میاد که تو خیلی ازش اطلاعات داری، قبلا با هم کار میکردی. Yes, you could say we had a contract. فکر کنم بتونی حدس بزنی که با هم دیگه یه قراردادی داشتیم قبلا. You did business with terrorists. با این تروریستا بیزنس کرده بودی؟ هر کی پول بده کار براش میکنه. قبلا اینجوری نبود، قبلا تروریست نبود. ببینم کدوم سمتی میخوای دنیا رو نجات بدی یا میخوای مثل اون مردی که نابودش کنی؟ کاش میتونستم چیزا رو عوض کنم، چیزا فرق میکرد. بله وسیله حرکتمون. بله کشتی رو ببینیم، فرجایل اکسپرس. اینا یه دونه شرکت دیگه هستن ولی خصوصی هن. اینا نگران نباش، هنوز روی آب میمونه. بیا بریم، ما تنها باری هستیم که باقی موندیم. اپیزود سوم فرجایل توی انگلیسی یعنی ظریف بچه ها، شکننده. برای همینه میگه اینقدر هم شکننده نیستم، به این راحتی هم نمیشکنم، ولی اسمش فرجایله. تا فردا میرسیم به مقصد.
اوه چه عکسی افتاد. اصلا تصاویر به خاطر وایچنا شکلش برام عوض شده. من چه کنم تصویر جدید دارم میبینم. I told you before Sam. قبلا هم بهت گفته بودم سام. The past just won't let go. گذشته ما رو رها نمیکنه. گوش کن چی بهت میگم. یه درخواستی ازت دارم. یه ربطی اون عوضی داره. هیگز رو میگم. Do you remember? اینجا رو یادته؟ It's almost time to go, Sam. دیگه وقتشه که بریم سام. I had no idea until you told me. من نمیدونستم تا وقتی که خودت بهم گفتی. No idea that I was alive. نمیدونستم که اصلا زنده ام. Living is no different from being dead if you're all alone. زنده بودن با مردن هیچ مرده بودن هیچ تفاوتی نداره اگر تنها باشی. تو گرمی. من نمیخوام برگردم خونه. ببین بهش گفت چون گرمی فهمید زنده است. من نمیخوام برم خونه. بیا. It's a dream catcher. این یه رویاگیره. Wear it when you sleep. وقتی خوابیدی بپوشش. منم کابوسا رو ازت دور میکنم. I'll always be with you. همیشه باهات خواهم بود. Did you forget how to go home? یادت رفته چجوری برگردی خونه؟ Come on. بیا. I'll take you halfway. من تا وسطای راه میبرم. And then you can do the rest by yourself. بقیه‌اش هم خودت میتونی بری. Better now? حالا بهتر شدی؟ I'll be waiting for you on the beach. من توی بیچ منتظرت میمونم. بیا و پیدام کن. We used to play together a lot in this place. ما اون موقع خیلی با هم دیگه اینجا بازی میکردیم. تو من آوردی اینجا. من خودم تنهایی نمیتونستم این سفر رو انجام بدم. تا زمانی که یک جسم داشته باشی که بتونی بهش برگردی تو نمیتونی هر وقتی دلت بخواد بری و بیای. پس تو هم نمیتونی مستقیم برگردی به شرق. نه تا زمانی که دوباره یکیمون کنی. چون بدنش تو چیزه توش غرب این زنه. تو بیچ میتونن همدیگر رو ببینن. منتظرت میمونم توی بیچ به ساحل. Come and find me. بیا و منو پیدا کن. نه چی شد؟ بهش گفت که
ما همیشه من تو منم یه بردی اینجا همیشه که توی این ویژ میگه آره تا زمانی که یک بدن داشته باشی نمیتونی خودت هر وقت دلت خواست بیای، بعد حتما از جسم جداش داشی روح شده باشی که بتونی بری بیای، برای همین من باید بیارمت اینجا و ببرمت. بعد گفت پس برای همینم هم هست که تو هم نمیتونی از غرب همون لیک ناتسیتی که الان توش هستی برگردی پیش من بیایی تو شرق اینجایی که ما هستیم و نیازه که من بیام ببرمت. گفت آره دیگه تا زمانی که بدنمون باشه باید بیایی. گفت بعد ما یکی بشیم با هم دیگه. واقعا نمیدونم چجوری اینجا خوابت برده. یه دونه اینا بخوای؟ برای که تأثیر تایم فال رو از زن ببره اینو میخوره. به لیک نات سیتی خوش اومدی. حتی لیک نات سیتی نه، اج نات سیتی. اون زنه تو غرب تو اج نات سیتیه. What? چی شد؟ Nothing. چیزی نیست. Let's go. بیا بریم. Cargo's from Port Knot City, bound for Lake Knot. دیگه این از پورت نات سیتی اومده برای لیک نات. همینجا یعنی. I'll leave these up to you. اینا رو میسپارمش به تو. The dispatch terminal is up ahead. In the meantime, اون ترمینال رو میتونی بری چک کنی. من توی مدت کاری دارم. بعدم ببینمت. Alligator. Alligator یعنی سوسمار. کلاً چون later alligator. Later alligator. اینا جملاته که تو فیلم‌های مختلف کوجیما میشنوه و بعد میاد توی بازیاش استفاده میکنه. من نمیدونم لیتر الیگیتر مال چیه ولی میدونم قطعا از یه فیلمی چیزی در برده اینو میگه. خب مثلا نکن اینجا برای لیک نات سیتی چند تا بار بوده. خب اینا رو بردار برسون، اینا هم چیزای خودمونه. اینم کشتیه، بریم بالا. یا نه مالا من از همینجوری برمی داریم. و حالا پیشنس، صبر از لورور. داره به اون میگه صبر داشته باش، قرار بری یه جایی که به صبر زیادی نیازه. دستم دیگه برم دارم اینجاست. ببین اون دوردستا رو ببین چقدر جالبه.
حس عمق به شما میده، اینکه شما اون دورا میتونید یه چیزی رو برسید بهش. Distribution Center, Lake Knot City. حالا از اینجا به بعد تازه بازی شروع میشه. تا اینجا همش آموزشی بود. اینا که دیدین همش آموزش بود. از اینجا به بعد که تازه اصل ماجرا شروع میشه. خب شخصت اینجا اینه. بله خوش اومدی. بگم چیزای خطرناک برامون نبردی. آره بعد یه نگاهی کنم ببینم چیزایی که آوردی خطرناک نباشن. بله. معمولی که آوردی عالیه. خیلی وقت بود چیزی برامون کسی نبرده بود. نه خب اینجا جدا بوده دیگه. اونا برای چی صدمه دید؟ ولی خب خدا رو شکر چیز دار. حالا مثلا سرامیکس کن ناو بی یوزد. خب الان یه دونه متریال جدید میتونیم استفاده کنیم. سرامیک ها. سرامیک هم اضافه شد. دو تا چیز بهمون اضافه شد. بله. ببخشید که یکم مشکل بود. این روزا باید خیلی مراقب باشیم. آه شنیده بود که یک کیوپی در امرته درسته؟ میتونی ما رو وصل کنی. خب اینجا هم به اون پیوست 5000 تا بندویت به اون اضافه شد. یعنی میتونیم چیزای اندازه 5000 تا چیز میز مختلف بسازیم. سموک امکنین یه چیز جدید به اون اضافه شد. یه سری محمولایی که دود میکنن ظاهرن. یه سری اینترویو به اون اضافه شد. اینجا هم مسیرش باز شد. خب حالا دیگه به نتورک وصل شدیم. اسمش ویلیام لیک طرف. ای فامیلیش لیکه چون ما لیک نات سیتیه. بالاخره از گراند زیرو رد شدی. تبریک میگم. بالا بهتون میگم یعنی چی. ممنون. از اینجا به بعد دیگه سخت‌تر میشه. وقتی اولین بار اومدیم اینجا اوضاع فرق میکرد. آروم بود. سه تا شهری که اون بیرون بود، لیک و میدل و ساوت نات سیتی، همشون آماده بودن که برای بازسازی آمریکا به ما بپیوندن.
اینجا فرجال اکسپرس چیزها رو بینشون این ور اون ور میبرد، ولی خب از یک سال پیش همه چیز تغییر کرده. بعد از اینکه یک گروه جدایی طلب میدل نات سیتی رو ترکوند، این گروه همین دیمن ها، اینا دیمن بهشون میگن، همین چیزا جدایی طلب هایی مثل هیگز و اینا، اونجا میدل نات سیتی رو منفجر کردن و ببینید یک کریتر ازش باقی مونده. اوه نه، میگه اونا یه دونه بمب اتم اونجا زدن، آدم نکشتن که مثلا خودش منفجر شه، یه بمب اتم زدن توش. او مای گاد، نصف ساوت نات سیتی هم نابود شد، تعداد کشته بسیار زیاد بود. میگه برینج مواد لازم برای اینکه بتونه بقیه شهرها رو به این به اینا متصل کنن نداره. میگه ما بایستی از هر کسی که اینجا از حمایت کنیم، حتی اونایی که نمیخوان به ما بپیوندن، ولی خب شاید غیر ممکن به نظر برسه، ولی باید انجامش بدیم. وضعیت از بار اولی که بعد بریج از اینجا رد شد خیلی متفاوت شده. نابودی که تو میدل نات سیتی اتفاق افتاده ما رو مجبور میکنه که یک استراتژی جدید داشته باشیم. همونجور که آملی گفت، ما زمان یا تدارکات لازم برای ساخت یک نات دیگه تو اون اندازه میدل نات سیتی و ساوت نات سیتی رو نداریم، یعنی یه چیزی مثل اینجا درست کنیم. That's why we've taken to cutting deals with preppers and the like. Our only recourse is to utilize their shelters to bolster the strength of the network. آره، میگه برای همینه که ما مجبور شدیم با یه سری شل پناهگاه‌هایی که تو مسیر هست چیز کنیم، توافق کنیم. چون نگاه کن، این نات‌ها، نات دیگه یعنی مرکز بریج‌ها و اینجور چیزا، ولی توی این بخش دوم بازی شما خیلی تو مسیر با این بانکرهای کوچولو کوچولو روبرو میشین که کلونی‌های کوچولو کوچولو، یا مثلا بعضیاشون فقط یه نفر زندگی میکنه. خب ولی خب با همینا میتونیم مسیرمون رو ادامه بدیم تا برسیمش به لیک نات، نه به چیزا شوت اسمش ساوت نات سیتی. ما الان هدفمون اینه که لیک نات سیتی بس کنیم به ساوت نات سیتی. آره، آدم خاصی باید باشه که بتونه اینجا تنهایی زندگی کنه. آره، از اون آدمایی که وقتی بهشون میگن بیا به یو سی ای بپیوند، میگن گورتو گم کن. آره، میدونه. هیچ کس انتظار نداره که اونا به تو مستقیم بگن آره میایم به شما میپیوندیم. Bingo. She's agreed to it too. And in exchange, she gets nothing really. A chance to get back at Higgs, I suppose. I can't blame her for wanting one. آره. He took everything from her and then some. میگه اینجوری، میگه با فرجال باید همکاری کنیم برای اینکه بتونی کارت انجام بده، با فرجال همکاری کنی. گفتم خاله اون داره با ما کار میکنه، چی گیرش میاد که میذاره ما اینجا تو محدودش کار کنیم؟ میگه یه مشکل شخصی از قبل باش داشته، یه چیزی که حالا میخواد فقط به اون صدمه بزنه، به اون هیگزه. زمان بعضی از زخم‌ها رو خوب میکنه، ولی زخم‌های اون دختره رو نه. کاری که در پیچ رو داریم آسون و ساده نخواهد بود، ولی باید انجام بشه. فعلا یکم استراحت کن، بعداً با هم صحبت میکنیم. بریم پایین. خش. ما بچگی همون همش ما رو میابره به بیچ. بیا برای من. بهش میگن کیوپید، یعنی گره. میتونه ازش برای شمردن چیزها استفاده کنه. من هر دوستی که پیدا میکنم یه دونه گره بهش اضافه میکنم. خب نظرت چیه هر بار که تو رو دیدم یه گره منم بهش اضافه کنم؟ این احتمالاً خیلی برای تو مهم بوده که تونستی تا اینجا بیاریش. آره خیلی ویژه است، برای تو ساختمش. به یه جمله گفت، این جمله رو یادتون باشه، گفت این احتمالاً خیلی برای تو مهم بوده که آوردیش اینجا.
بعدا توضیحشو میفهمید. Something to eat? یه چیزی میخواید؟ ای بابا این همشی رو به ما میده. Why are you here? برای چی اینجا هستی؟ Ask your boss man. از رئیست بپرس. No. نه. I mean, why are you here? منظورم اینه که چرا اینجایی؟ Delivery for Porter. یه چیز دارم برات. یه دونه You're gonna need this. بار دارم برات. میگه به این نیاز داری. اینو اگه دست خودت کنی به عنوان یکی از نیروهای فرجال شناخته میشی. این ساخته شده از خون و سیستم کایرال من. آره بهت کمک میکنه که از سیستم ما بتونی استفاده کنی و برات مشکل ساز نشه. We were the only people making deliveries out here. آره. This was our territory. میگه اینجا تنها ما تنها کسایی بودیم که بارها رو میرسوندیم و اینجا منطقه ماست. Until Higgs fucked it all up. تا اینکه هیگز همه چی رو گند زد بهش. من کل شرکت our reputation. اون چی میگن reputationمون اعتبارمون همشو. Now you wanna fuck him back. حالا تو هم میخوای دهنشو آسفالت کنی. آره on your own. تنهایی. I'm not on my own. من تنها نیستم. The cave. غار. Portnot City. Portnot City. Next to your bed. کنار تختت. So far apart, yet somehow we keep meeting. آره این همه از هم جدا هستیم. میگه توی غار هم دیگر دیدیم، توی Portnot City هم دیگر دیدیم و حالا اینجا توی رخت خوابت. میگه با اینکه این همه از هم فاصله داریم ولی خب هی همدیگر رو میبینیم. من تنها نیستم. All that beady country in between where I should have been caught in a void out. Yet here I am. میگه بین اون همه اون منطقه که شما بودید. اولا اون چیز یادم رو بتونیم. Ground Zero که میگه ببین اونجایی که ما بودیم نقطه صفر بود. یه نقطه‌ای که شروع بیتیا بوده تقریبا اون چیزی که میگه. اگه نقطه شروع بیتیا اون اتفاقی که انفجاری که اتفاق افتاده بود اینا. بعد گفت که تو اونجا که منو دیدی من تو منطقه شما بودم دیگه، تونستم از وسط اون همه بیتی رد به شما بیام اینجا، پس من تونستم رد شم. دوباره اینجا تو میتونی از بیچ استفاده کنی؟ من یه دونه بیچ برای خودم دارم. تو هم یه دونه داری؟ منم یه دونه برای خودم دارم. هر کسی یه بیچ داره. من ازش استفاده میکنم که در زمان و مکان بپرم. Chase him to the beach. آره میگه من نمیتونم مثل هیگز بیتیا رو بیارم بیرون و مثلا ازشون استفاده کنم، ولی میتونم برم دنبال هیگز. هیگز رو میتونم دنبال کنم، میتونم برم توی بیچش حتی. Problem is everyone's مشکل اینجاست که هر کسی یه راه ورود داره به بیچش. آره میگه من فقط میتونم وارد بیچ هایی بشم که درکشون میکنم و میشناسمشون. I'm sure you've heard the term multiverse. میگم کلمه مولتیورس یا دنیاهای چند لایه‌ای یا چند بعدی رو شنیده باشی. اوه خونریزی کرد. چرا؟ حالت خوبه؟ پرشا خیلی انرژی ازم میگیره، باعث میشه خونم کم بشه. حالا دیگه قراره بری به اجنات سیتی، درسته؟ یه مکان پر از تروریست. ولی اگه واقعا میخوای این کار انجام بدی، ولی خب دیر یا زود بعد با این هیگز روبرو بشی. ببین چی بهت میگم، من فقط بار میرسونم. کشتن هیولاها و تروریستا این کاری نیست که من انجام میدم. اگه با هم انجامش بدیم چی؟ من میتونم از قدرتم استفاده کنم به تو کمک کنم. قرار نیست که جفتمون یه چیز بخوایم تا یک طرف باشیم. من میتونم تو رو بفرستم توی از طریق بیچم، هر جایی که کایرالیومش به اندازه کافی باشه، هر جایی که به کایرال نتورک بس باشه. و در ازاش چی نیاز چی میخوای؟ فقط میخوام که بهش فکر کنی. Here. اینو به عنوان یه انگیزه بهش نگاه کن. یادت بیاد اگه بهم نیاز داشتی بهم تماس بگیر، با هم تماس بگیر. میگه بیا به من کمک کن هیگز رو بزنیم. این میگه قبول نمیکنم. این ما رو با هم متصل میکنه. میبینمت. پس الان با یک توضیح داستان زیبا شما فست ترافل به دست آورید این بازی و هر جایی که وصل شده باشه به کایرال نتورک میتونید فست ترافل کنید و هر بار هم بایستی برگردید به همینجا.
بذار ببینم کجا میتونیم بریم. الان اینجا باز نیست. مگر اینکه اینجوری بزنیم بریم عقب. اگه میخوایم برگردیم به کپیتال نات سیتی و این یارو میتونه از اینجا اینجوری انتخابش کنید بپرید برید اونجا و ماموریتایی که اونجا هست انجام بدید. خیلی هم اونجوری نیست که نتونید هیچ وقت هیچ کاری انجام بدید. خب نه حالا نمیخوام پرش بزنم. بریم به سمت چیز. لیف بدیم. بریم اینجا رو هم ببینیم لیک نات سیتی. اصلا کلا بازی بچا از اینجا دیگه شروع میشه کاملا جدی. چون دیگه شما یاد گرفتید. بیبی بیبی بیبی. اوه جدا مون کرد. صدامو میشنوی؟ صدامو میشنوی؟ بابایی هم سام اکسس دی لیک نات سیتی دلیوری اورو این ترمینالشو چک کن. سام خب حالا بذار بده گیتس بگم. حالا میگه هدف کمیونیت اینه که از لیک نات سیتی برس این کایرال نتورک رو یک گسترش بده تا برسونش به ساوت نات سیتی، جنوب نات سیتی. و برای این کار نیاز داره که وی استیشن ها و پناهگاه‌هایی که توی مسیر هستن رو متصل کنی بهمون. البته آسون نخواهد بود. میگه فرجاش سعی کرده بعضی از اونا رو بیاره توی خط، ولی خب میدونه دیگه چجوری هم خیلی هاشون دوستن تنها باشن و کسی نباشن. آره بیشتر از تعداد زیادشون هستن که نمیخوان ارتباطی با UCA یعنی ما داشته باشن. آره ولی بعد بهشون ثابت کنیم که بودن با ما به نفعشونه. ببین چیکار میتونیم براشون بکنیم که مثلا چه چیزایی براشون ببریم که بهمون بپیوندن. این کارو بکن شاید قبول کنن که به ما بپیوندن. خیلی خب برو شروع کن. لیست اوردرهایی که باید برسونید توی ترمینال هست. خب سم اوردر. ببین این سه تا جا هست، یه دونه برای انجینیره، یه دونه برای الدر آقای پیر و یه دونه هم برای کرافتمن. اگه نمیدونیم که خب ما میزنیم اول انجینیر. خب این باری که میخوایم ببریم برای یک فردی به اسم انجینیر میخوایم ببریم، یعنی مهندس و یه چیزی ایو دو یونیت که یه سیستمیه که میاد از تکنولوژی هایی که مربوط میشه به سیستم های تکاملی، یعنی میاد اون چیزی که طبیعت اتفاق میفته تکامل رو میاد راه حل های طبیعت رو میاره توی برای حل مسائلی که مثلا چه میدونم چیزای تکنیکی ما داریم استفاده میکنه. خب اسمش ایو دو یونیته. بعد اینو بعد برسونمش. خیلی حساسه. کسی که اینجاست اسمش انجینیره و نسل دومی هم هست، یعنی از اونایی که توی این شلترا به دنیا آمده و هیچ وقت اون دنیای قدیم رو ندیده. بعد کانفرمش میکنیم این یه دونش. حالا بعدش بزنم چیه. خب در ادامه مسیر رو گفتم انجینیر که رسونیم میرسیم به الدر و در نهایت هم بریم پایین بریم پیش کرافتمن. ولی الدر یه مرد پیری نسل اولیه، قبلا بیرون زندگی کرده، میدونه اوضاع چجوریه، ولی خب داروهاشو نیاز داره. نکته که وجود داره میگه داروها نباید هیچ کدوم از پکیجاش دور بیفته یا صدمه ببینه. هر یه دونش هم صدمه ببینه داروش نیاز داره بهش، بنابراین خیلی با احتیاط ببر بهش برسون و حالا زودم بهش برسون، دیر نکن. اینم معموله بعدیمون. خب نفر بعدی که همونطور گفتم کرافتمن اسمشه. کرافتمن هم این آدم فنیه، یه مقدار با مهندس فرق میکنه، یه آدمیه که بیشتر مثلا میگم فنی مثلا میگه. این میگه طرف کارش اینه که وقتی چیزای مختلف چیزای فنی رو میدن بهش ازش چیزای خفن در میاره. حتی ولی خب همیشه چیزایی که در میاره کشنده نیست. مثلا حتی تفنگ هم بهش بدی، چیزی که الان ما میخوایم بهش بدیم گانز پارت، قطعات تفنگ بهش بدیم، این کلا میگیره و تبدیلش میکنه به چیزی که غیر کشنده باشه. چرا؟ چون تفنگ ها جسد میسازن و جسد ها کریتر میسازن. این جمله بود که گفت در هنش، میدونیم دیگه بمب منفجر میشه اینا. بعد گفت که حتی اون نانجکت هم ببر پیشش تا یه نگاهی بهش بده شاید بتونه بهترش کنه. خب این بچه ها هر کدوم از اینایی که میریم پیششون دقت کنید که چی بهمون میدن و بعد از این به بعد اینها کارشون اینه. اینا هم تو یعنی زیر لایه‌ای بهتون میگه که آره این طرف این چیزا رو برات درست میکنه، اون برات این چیزا رو درست میکنه. اینم گرفت. خب حالا این چیز جدید به دست آوردیم، امیتینگ دیکوی. کاری میکنه که یه جورایی این میولاک
برن دنبال این گیج این بشن نیان دنبال بس یه دونش امتحانو نمیدونم من اینو استفاده نکردم تو بازی اصلی. بعد چیزای دیگه هم که نیاز داریم ببین مثلا نگاه کن این چیزا چرا نداریم ما هستیم 3-4 تا اینا نه 100 تا کافیه. یه دونه پی سی سی میخوام بعد از اینا دوتا داریم نردمون 3 تا دارم بس اسموکی میتینگ هم زدم همه چی دارم میگه مثلثو بزن الان یه سریش خالی میشه واسه الان بهتون یه چیزی میخوام نشون بدم کیف کنید. یکی از بزرگترین سورپرایز های این بازی من تا خودم چون اسپویل نشته بودم این چیزی که الان میخوام نشون بدم و بار اول با شما دیدم یعنی تو همون ویدیوهایی که قبلا درست کرده بودم. همین 3 تا هدف بله صبح پورتنات سیتی بخواهی از وسط منطقه میول ها رد چی سریع ولی آروم برو چون اگه ببیننت میگیرنت آره. میگه یه جورایی اینا پدر مادرهاشون یه سری بارکش های ما بودن که خب بعد اون مشکلی که براشون میاد چقدر حرف میزنی خب بذار حرف بزنی دیگه ای بابا میگه این پدر مادرهاشون همونایی بودن که پورترهای ما بودن و بعد از اینکه حالا مردن اینا خب این بحران هویتی که برای اینا پیش اومد اینا شدن میول دیگه میدونی میولا خیلی عجیب غریبه چیزای عجیب غریبی هست و حالا به بخش دوم مپ بازی خوش اومدید. این چیه؟ بار اول که دیدم این چیه؟ این دیگه چیه؟ بریم ببینیم چیه؟ استراکچر منیو یه قدیما اینجا بزرگراه بوده یه تیمی اول که اینجا رد شد یه پیور گذاشت آسفالت کن گذاشت ولی خب حالا باید تو کارشون رو تکمیل کنی دی 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 جاده بزنیم. من اصلا بار اول که پسر اینو دیدم گفتم وات جاده. خب حالا جاده چی میخواد؟ ببین 800 تا آهن میخواد 600 تا سرامیک و کایرال کریستال هم میخواد. حالا آهنایی که رو دوشم بوده بهش میدم بعد کایرال کریستال هم اینم انتخاب میکنیم یه دونه این برکی میزنم همون اندازه که خودش نیاز داره رو بهش میدم بعد دعید میکنم. خب به این جاده یه چیزیه که چیزه شما نمیتونید کاری توش بکنید که مثلا تعیین کنید کدوم بری بیاد و کدوم بری بیاد جاده ها مشخصه ولی کل بچه هایی که بازی میکنن به صورت آنلاین توی ساخته شدنش نقش دارن. مثلا الان اینو گذاشتم توش شاید فردا بیام ببینم جاده ساخته شده. برای همین قرار بوده که ساخته بشه من میخوام جاده رو خودم تکمیل کنم. بذار برمیگردم به اونجا از توی چیز اون یه مقدار سرامیک برمیدارم برمیگردم اینجا جاده رو میخوام یه بار یه دونهش تکمیل کنم براتون ببینید چه جوری میشه خیلی قشنگه. خب حالا ما برگشتیم اینجا برای بچه‌ها که میخوان یاد بگیرن چه جوری سیستم میشه. ببین توی هر کدوم از این دیسترو سنترها نات ها و هر چیزی یه جایی هست مثل کلیم متریال. شما میتونید متریال هایی که اینجا جمع شده رو ورد مثلا 3000 تا چیز داره و اینا ما الان به چیز نیاز داریم به کریستال. بعد نگاه کن ما چون بار میکشیم دیگه بلوک 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 100 تایی بلوک 50 تایی بلوک 200 تایی بلوک 400 تایی 800 تایی هم بخوایم بهتون میده حتی ولی خیلی بزرگه دیگه و رو دوش آدم نمیتونه اون 800 تایی برای چیزای دیگه است. حالا بعد تعدادش هم مشخص دیگه اون پایین نگاه کن میشه سرامیک 352 تا متال 970 تا معمولا سرامیک و اون کریستال آیریس یعنی کایرال کریستال هستن که کمن وگرنه چیزای دیگه متال خوب گیر میاد. حالا بعد ببین شما رو الان رو بارم پشتم یه چیز میز دارم برام یه دونه 320 تایی برام دارم. خب الان نگاه کن بعد از همین بیرون هم میتونی بفهمی چقدر چیز نیاز داره. مثلا آهنشو 100 تا گذاشتم 600 تا سرامیک میخواد. میام اینجا اگه نیفته دوست عزیزمون اگه دوست عزیزمون نیفته نزدیک بود بیفتم واقعا. نه وایس این بعد نشونش بیاد اینو استارت رو نگه میدارم ریبیلد رو. خب اینو اد میکنم. خب حالا قول میدم حالتی بسند سر کنم چیزها رو جمع کنم. خب این از این مثلا احتمال داره توی این چیز
توی این یارو صندوق پستی یه چیزی گیر بیارم. همیشه نگاه کن اینجوری بزنید پیدا میکنید چیزایی. بذارم توی این صندوق پستی یه چیزی نیست. شیرلاکر کلیم کارگو. کارگو نه، آه سرامیک داشت، سرامیک داشت. بایست نگاه کن 80 سرامیک کمه، ارزش نداره. بریم آقا مأموریتمون رو انجام بدیم. من این قسمت به شما نشون میدم چه جوریه قضیهش. خب بهمون همونجوری گفت اینجا منطقه بیتیاس. آه راستی آدم نره، همیشه گفتم مپ میکشیم بچه‌ها. ما بریم پیش انجینیر اول، بعد از انجینیر میریم به سمت الدر، بعد از الدر میریم به سمت کرافتمن. این سه تا مأموریت رو میخوام تو این قسمت انجامش بدیم. ببین قدیمی جاده‌های قدیمی اینجا هست، یه بزرگراه بوده. خب این لعنتی ها فکر کنم دیدنمو. این بعد از روی این چیزاشو میفهمی اونا کجا هستن. الان فهمیدن کجایی. خب وایستا وایستا وایستا، من یه دونه این چیزا تفنگ کوش، لعنت به روحت. اینو بندازیم بندازیم بندازیم، اینو میشه بندازیم. ببین چجوری بندازمش. دراب برو اونو بردار، دوباره من نیا داره دود نکرد. وای موسیقی رو ببین. بعد نگاه کن هر وقت میخوای میتونید شما ضربه هاش رو داج بدید. آره دو بله دو رو با هم نگه دارید، مربع بزنید به یه سمت میتونید داجشون بدید. مسرکان لعنتی من کجاست؟ به این وقت میخواد پرتاب کنه سریع یه جا خالی میدم. حالا من چون این پاها رو دارم راحت اومدم. تو بازی اصلی این پاها نبودین اولش. چرا بایستادی؟ نه بخیالمون شدن یعنی؟ آه چون بخیالمون شدن بایستاد. ولی چقدر گرافیکش بالاتر رفته. من با اینکه چشم به این بازی ها داره اصلا قشنگ نگاه کن آبه اصلا چی شده. متاسفانه تلویزیون 4K ندارم ببینم چقدر خفن میشه، ولی شنیدم ترکونده اصلا از بعد گرافیکی خیلی آره ترکونده. انجینیر ببینی اینا دیگه وی استیشن هم حتی نیست، چون مال چیز نیست دیگه، مال وی استیشن ها مال خود چیز هاست، مال همین بریج هاست. اینجا یه چیزیه با فرجایل هم کار میکنه. خب اینجا یکی از جای خوبه بازی. حالا نگاه کنم خب میک دلیوری، این چیزی که خواسته بوده بهش میرسونیم. چی؟ آره دیگه تاییدش کن. ابو دبو راحت توضیح دادم چه قضیهش. مرسی. فکر کنم تو سم بریجز باشی، ازت چنیدم یه چیزایی. همون مرده که قراره کل کشور رو رد بشه و همه رو به هم متصل کنه. ممنونم که اینو برام آوردی. آره میگه دوران برای این فرجایل اکسپرس خیلی سخت بوده که بتونه اینجور بارا رو برسونه. بذار بررسیش کنم چقدر عالی آوردمش. آلیه خوب ازش مراقبت کردی. آره من به بریج خبر میدم که اون تست وی ام وی چجور میره، یعنی با اتون همکاری میکنم. مرسی خوشش اومد. خب به الان دو ستاره این با این. حالا شدیم الیت هندلر، چیزمون رفت بالاتر، شدیم لیولمون رو بارده. میخوام این چیز رو بفهمی. قضیه در تو با فرجایله. شاید شنیده باشی که اون به تروریستا کمک کرده
ولی خب و این که مثلا میگن که اون به تروریستا کمک کرده، ولی خب فرجل براش مهم نبودی که اونا مردم رو مثلا صدمه میزنن. ولی بخوام بگم که این مزخرفه. اونو مردمش، افرادش زندگیشون رو به خطر میزن تا اون چیزی که ما نیاز داریم رو به اون برسونن. اون یه قهرمانه. گوش کن چی بهت میگم. من توی همینجا به دنیا اومدم. تنها دنیایی که من تنها دنیایی که من میشناسم همین دنیای بین این دیواراست. پس وقتی مردم در مورد آمریکا صحبت میکنن، من حتی نمیتونم تصورش کنم. آره میگه، ولی خب اگر من با اون کیوپید میتونم به بقیه متصل بشن، دیگه نیاز نیست که تصور کنم. آره من میخوام به UCA بپیوندم. میخوام ببینم چه چیزایی رو از دست دادم. اون دنیای بیرون چه خبره؟ مقدار به پهنای باندمون اضافه شد. اونم از این. حالا به اون پاور اسکلتون لول 1 داد. ببین تازه اینجا بهتون پاور اسکلتون میده. یعنی از اول بازی تا اینجا شما همه رو با پای پیاده بعد می اومدید. و وقتی اینو دستم میگه وای پسر عجب چیزی. ایول حالا دیگه میتونم راحت بدوم هر باری میخوام بدرم. بله. بعد این مدل گلدش هم داره بهتون میده. اسموک گرنید هم بهمون داد، چیز دودی. آه رنگش هم خوشگل شد. The engineer. و با این حالا من میتونم بهتون کمک کنم که پرینت سبودی حالا اگه کار کنه. حالا اگر اینو فرض بگیریم که این پرینتر سبودی کار کنه، من میتونم با اوو دووه هر گونه چیزی که تو آرشیف باشه رو برای خودم اینجا پرینت سبودی بگیرم ازش. میتونیم آمریکا رو تیکه تیکه دوباره درست کنیم. و در این مدت میتونم ببینم توی شهرهای دیگه چه خبره و حتی میول ها رو دنبال کنم. انگار که توی اون پکیج کل دنیا رو برام آوردی. مرسی سام. یه با هم دیگه بعدم بازم کار کنیم. آره. یه چیزی هم برات دارم که بهت کمک میکنه. میگه توی شبیه سازی هم که خوب کار کرد، ولی دارم میخواد یکی امتحانش کنه و اگه کارتو رو آسون تر بکنه که چه بهتر. بله خب حالا من امتحانه میذارمش رو پام. بله خب ما چون توی این چیز هستیم، توی یعنی حالت چی میگن دیرکتورز کات، اون دیرکتورز کات اون چیزی که بهم داده خیلی بهتر از اینه. الان ریمووش کنم آقا چی میشه؟ ریمووش کردم اون پوستشو. بذار ببینم کجا رفت. اینا پاور اسکلتون چری بای هند بکنم من پامون بکنیمش. بعد اینی که پام هست رو آره اکویپت اکتیو. یا خون اون چی بود؟ اون یا خون چه گنده است؟ اینی که پای خودمه، این هم پاور اسکلتون لول 1ه ولی یه مقدار فرق میکنه. من تو تستی بهتون نشون. مرسی. نورورد نورورد چیز زمین. دابل جامپ کن. خب تو دابل جامپ بزنی چجوری؟ واسه ببینم چجوری دابل جامپ. ها بار زیاده. خب بذاره با همین بریم یکم. حالا نکته که وجود داره بچه ها اینجا الان فهمیدین چی بهتون داد. پاور اسکلتون چیزای مختلف. اگر براش هی محموله بیارید هی آپگرید میشه. این بازی آپگرید سیستمش اینجوریه. محموله های بیشتر هر صدا ستاره های این بره بالاتر آپگرید 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 تا اینکه به یه درجه خفنه میرسه دیگه خودتون میرسید بهش. این از این. خب حالا محموله بعدیمون این رسوندیم. برسیم به آقای الدر. یه نکته که وجود داره اینا رو میبینی؟ اینا جایی که نه این نه واسا یه جایی ملت نشستن مرجان در اومده. میدونی چی میگم؟
اینجا شما اگه بشینید سریعتر چیز میشید، اولا سریعتر حالتون خوب میشه، بعد باعث میشه که بزرگتر هم میشه. خب مثلا اینجا یه نفر استراحت کرده، خب من لایکش میکنم. یه کاری که میتونید بکنید اینه که بششید توش. خب بخوری یس او شاشی داریشتر اینجوریه. نشونگیری از اول بازی نگاه کن، نکره بودم 700 میلی لیتر. این باعث آرامشمون شه. وای چقدر داشتیم، از اول بازی دستشوی نکره بودم، خیلی بالا. بعد دستم زرد شده، بزنم رنگش عوض میشه در اینکه دارم باز میکنم، رنگ چراغ زرده. اوه چقدر کرد. نپوکیدید یک لیتر. حالا دفعه دیگه که بیاید این حالش خوب بهتره. اگر هم اینجا رست کنید چیزتون سریعتر پر میشه. خب یکم زمان سریعتر میگذره وقتی میشینید، بعد اون چیزتون پر میشه. اگه بزنید اسلیپ زمان که اصلا کلا میگذره. نیما کن میچسبونه. چون الان میخوام بریم مسیر طولانی، گفتم بذار یه اسلیپ بکنیم. آره بعد مثلا اگه همین جوری چیز کنید میتونید بزنید اسلیپ، از بازی اگزیت کنید برید، بعد وقتی برگردید توی بازی از همینجا از دوباره شروع میشه پر. نیاز هم نیست حتما برگردید به اون بانکرتون از اول برید و اینا. حالا دیگه بلند شو. حالا من الان تو برنامه هم نمیخوام چیز کنم، میخوام تو این قسمت یه قسمت خیلی پروپیمون بدم براتون که کیف کنید. خب وایسا یه دونه اینا بخورم. اینو خوردم تو مسیرم میرم توی آب تا پرشه. اینم نیاز به شارژ داره هر از مدتی. حالا فرقشو میفهمید. الان اون ما اصلا خیلی به شارژ کردنش فکر نمیکردیم، ولی این شارژش زود تموم میشه نسبت به اون. ای بابا بل کن گیر داده به این شاشه، میخواد بشاشه. بعد میبینید چقدر معموله برای انجینیر هست اینا رو بهش برسونید، یا مثلا توی چیزهای مختلف که میرید میبینید معموله برای رسونم به انجینیر برسونید که چیز شه زودتر این چیزتون آپگرید شه، بتونید چیزهای مختلف چیزها رو راحت‌تر هم کنید. چون به نظرم مهمترین چیز این بازی همین اسکلتون‌هایی که رو پاش می‌بنده. ولی اینجا که داریم میریم جای خیلی چالشی. یا حالا وایسا ببین کجا میخوایم بریم. کوه صافه، برای از کوه راست بالا نرفته بودیم. حالا بیتی میتی نه، من اوکی هم، من با این کارهای اینجوری اوکی هم، با بیتی مشکل دارم. خب مرسی از پله هایی که برام گذاشتی. آره بریم روش. به پلش نیاز نبود خیلی، ولی خب من همیشه لایک میزنم برای که میخوام کسایی که دارن اینو بازی میکنن انگیزه بگیرد ان کمک کردن به بقیه. خب ببین اینجا داره بهمون میگه برو از اون ور، یه نفر گفته برو از اون ور، اونجا داره پله برامون گذاشته، خودش هم اینجوری علامت زده. بعد یه دونه چیز داریم، یه دونه از این مموری چیپا داریم. اینجا کجاست؟ اینو من خودم اونجا پیدا کرده بودم. بدونم پله گذاشته برامون. پله رو بردا. بعد مموری چیپ هم بردا. این مموری چیپ ها رو بعدا میریم تحویل میدیم، مثل اون دفعه که چیز گاد آف وار بود. ببین از کجا اومدیم؟ کل اون مسیر رو از اون ته تا الان راه اومدیم. سریع گراب بزنید. این حتی خود بازی گذاشته فکر کنم.
آره یا ملت گذاشتن؟ آره بگم خود بازی گذاشته. آره خب مسیر خوبی رو برامون گذاشته بود. بزنیم بالا همینو. رو دستی میگیریم. خب وایسا تا پورشه. دیگه داریم بالا میریم دیگه. کار سخت‌تره. حالا من اینجا میخوام یه حالی به نفر بدم. نفر بعدی که اینجا داره میاد نیاز نیست اینقدر سختی بکشه. برش کن. نفر بعدی میتونه با این بند بره پایین و راحت بیاد بالا. یعنی با این بنده رو بگیره بیاد بالا. خب رسیدیم به جای زیبایی دیگه. بذارید نه اینا بخورم اینا استامینا برمیگرده. اینا رو میگیره بعد بیایم اینجا بخوریم فکر کنم. آره آره اینجا باید بیایم بخوریم. حتی الان نمیخوره چون جونش پره نیازی نره به خوردنش. حالا یه چند تایی گرفتم. خب ببین کجا اومدیم. موسیقی رو میشنوید چه موسیقی ریزی داره. Elder یه دونه خونه برای خودش داره. اصلا چه فضای اومدیم. یه دونه چیز بذارم. نه بیوتیفول بذارم. ببینیم میتونیم یه دونه ساین بزنیم. ساین آفتابی هدف. نه واسه چیزی که عجب صحنه خوشتیپی. ببینیم او ببین مال چیزم توش هست. اینو میدونستم. مال سایبرپانک هم توشه. سامورای. خب بذار یه دونه سامیت قله. آره دیگه اینجا قله شه دیگه. ما الان بالاترین نقطه هستیم. آره داروها رو رسوندیم. آب میک دلیوری. بله ببینیم اینجا کیه. انتظار تو داشتم. تو خط زندگی منی. میگه من فقط به لطف این بارکش هست که تا اینجا زنده موندم به خاطر داروهایی که براش میارن. میگه برا تو هم چیز ازم نخواستی در جوابش. واقعا از ممنونم. بذار ببینیم پکیجش چجور رو باری. عالی عالی برای خوب بود. ممنون. این دوتا دونه خط بهمون داد. پس میبینم که از طرف فرجال اکسپرس اومدی. قبول بهم بگو که اون تروریست هایی که براشون کار میکردی رو بیخیالشون شدی. When Fragile, the daughter of the founder, started associating with other couriers, things started getting scary around here. میگه از وقتی که فرجال دختر صاحب این فرجال اکسپرس شروع کرد و با بقیه چیزها با بقیه شرکت ها و اینجور چیزها بقیه بارکش ها در واقع ارتباط برقرار کرد یا در اینجا اوضاع خراب شد و ترسناک شد. Rumors say that she caused the explosion at Middle Knot City. آره میگه یه سری شایعات میگن که این دختره باعث انفجار میدل ناتسیتی که الان نابود شده یه دونه سوراخ بوده و یه بخش از وجودم یه که درست میگن. البته میشه هنوزم بگیم که اون دختره یکی از قربانی های اوناست. بگو منم تو داری کایرال نتورک رو بس میکنی؟ I don't mind the contract with Bridges, but I'm not going to join the UCA. میگه من مشکلی ندارم که قراردادی با بریج ها کار کنم ولی به UCA نمی پیوندم.
شهرهای متحد آمریکا هستیم. Maybe you already heard it from Fragile. شاید خود اینو از فرجال شنیده باشی. Preppers who don't want to be a part of the UCA can still sign a contract with Bridges. آره، اونایی که نمیخوان جزی از UCA باشن ولی بازم میتونن هنوز یه قرارداد ببندن و به شبکه بپیوندن. They get to use our delivery services and other basic Cairo network infrastructure. دیگه اونا میتونن که هنوز همون سرویس هایی که مثلا بار تحویل بگیرن و کارهای بیسیک رو انجام بدن، درست مثل یک عضو کامل. از طرفی تو هم میتونی از تجهیزات پرینتینگشون پرینت سبودشون استفاده کنی و تجهیزات تو نوسازی کنی. ولی خب اونا چیز نیستن، لزومن نباید به ما اطلاعاتی بدن. So don't expect them to share intel or help with the development of. آره، بنابراین انتظار نداشت که اونا بهت اطلاعات بدن یا بهت کمک کنن که تکنولوژی جدید داشته باشی. بیشتر داره میگه که اینایی که اینجوریان تجهیزات جدید بهت نمیدن. اینا زندگی خوش میکنن، مثلا اون پا بهتون نمیده، مثلا این پای الکترونیکی. از توی دنیای ایدئال همه باید جزء UCA باشن، ولی خب به هر حال نمیتونیم همه رو بکنیم جزی از این شهرها. حداقل جزی از نتورک اون باشن خوبه. ولی خب بعداً میتونن نظرشون عوض کنن. و خب کیوپید بسته به اون قراردادی که ما این با این فرد می‌بندیم رفتار متفاوت داره. حالا مثلا ببین الان چه تفاوتی میکنه. خب پس تاییدش کن. الان بس کنیم چه فرقی میکنه ببینیم. اینجا رو بس کردیم. 280 تو به پهنای باندمون اضافه شد. جوافه شو. این فقط بعد بارا رو برش بیم. چی اون عکسه چیه؟ یه کایرال نتورک باش برقرار کردیم. میگه کمپانی اون دختره فرجال یه دفعه خیلی بزرگ، زیادی بزرگ شد. توی چنین زمانهایی که مثلا آخر زمان اینا ما بایستی همه چیز رو کوچیک و جمع و جور نگه داریم و خب برای بارکش هم این قضیه جواب باید همینجوری باشن. اگر نه ما همون اشتباه قبل رو تکرار میکنیم، دوباره همون بساط جمهوری ها، فدرال ها، اتحاد ها و چه میدونم ایالت ها به وجود میاد. چیزه قضیهش اینه که این خیلی مخالف با این قضیه متصل شدن دوباره آمریکا و اینا. این شخصیت بود داستانی داره، این یه آدم قدیمیه که مال دوره اول هم بوده و چون اون دوره رو دیده یه حس بدی داره نسبت به اتحاد دوباره، دید خوبی نداره به این قضیه. آره میگه اگه آدمای مختلف و از هر تفاوت‌های با متفاوت‌های مختلف رو به هم وصل کنی، یعنی انگار دنبال دردسر می‌گردی. Been a while since I last talked to anyone. ببخشید خیلی وقت بود با کسی صحبت نکرده بودم، برای همین دلم پره. ولی خب سفر خوش. بعدا میبینمت. Good work. New order available. خب بسیار اوردر جدید داریم. خب حالا مثلا این نگاه کن، یه اوردر برای انجینیر داره، یه اوردر برای لکناتیست داره. این سودش اینه که ما میتونیم یه اوردر برای انجینیر ببریم و بعد انجینیر چیزای بهتر بهمون بده دیگه، چون وقتی اوردر میبری براشون با لاست کارگو خیلی فرق میکنه، خیلی بهتر بهتون چیز میدن. و اینه که برای انجینیر 33.6 گرمه، اینو برمیدارم، ولی اون لکناتیس 19 یعنی 19 کیلوه و وزنمون رو فکر کنم خیلی زیاد میکنه، نمیدونم. بذار برش داریم یه هدفی داشته باشیم موقعی داریم برمی. خب میگه این پاور اسکلتونه چون وصل به بدنتون باید پیادهش کنید، یه سری چیزاتون رو میریزه پایینش کنم برس پایین بعد ورش میدونم دوباره. خب الان نگاه کن، شد آسون برامون، شد فهمید شد برامون آسون تر شد، چون اون یکیه وزن بیشتری رو تحمل میکنه نسبت به این که خودم دادم. اصلا نگاه کن اون چیه، مایچه هست. اینم بردار. All right, Romney. Good job, Sam.
weapons, two prepper way stations integrated into the Cairo خب. network. دو نفر حالا به خودمون پیوست. بعد یه دونه دیگه مونده. برو بریم. سخت نگیرید اصلا بچه‌ها، برای خودتون سختش نکنید. شما نسخه دایرکتورز کات رو خریدید، از امکانات خوب استفاده کنید. اونا رو هم آپگرید کنید. درسته حالا اگه کسی بگه من برای بار اول بازی می‌کنم، شاید نمیدار دوست داشته باشه همه چی رو از سختیش رو حس کنه. خب ببین ما الان بعد بریم پایین دیگه. الان بذار ببینم اونجایی که می‌خوام، اونجایی که خونه این میولای لعنتیه، ما برای اونجا نه بریم سمت میولا. او وقتیه، نه 16 دقیقه گذشته از اینکه بریم. بریم سمت میولا فقط نریم. خب ببین مثلا الان اینجا یه نفر یه دونه اینا گذاشته، واقعا کمک کننده است، واقعا کمک کننده است. کایسینت اسمشه. خیلی براش لایک میزنیم، اینو برمیداریم و قشنگ میریم پایین. من میخواستم الان خودم اینو بزنم ولی دیدم گذاشته دیگه، دمش گرم دیگه. میریم پایین. بزنیم آقا اونم یه دونه دیگه مال انجینیر لاست کارگوه، ولی ولش کن دیگه، دیگه علکی زیادش نمی کنم. خب الان تموم شد، مربع رو میزنیم، دو دستی میگیریم، ال دو آر دو. نگاه کن این خودش رفت دیگه. خب بعد مراقب باشیم. خب اینجا نگاه کن، اون میبینی یه متال، یه دونه متال رو پولشه یارو، دارن دنبالمون میان. خب میگه میتونی از کارگاهاتون به عنوان اسلحه استفاده کنید. آخه چرا برم چیکار بکنم، کارگاه مهمه. سعی میکنیم مسیرمون ازشون دور کنیم. الان راه میفته میزنه نشون رو میده. اینا رو میبینی، اینا رو گوشتن، این چیزای کوزمینه، اینه برای اینکه لو بریمه. بله برو برو برو، اصلا ما این از کجایی که میشه. خب اونا الان میان اینجا، میخوان آخرین جایی که ما رو دیدن اونجا بوده. برو بریم، باید سعی کنیم دیگه نبیننمون، دور میشیم ازشون تا جای ممکن. وای نه دارم میام. بهتره بریم از اون باید بریم، اصلا با اینا درگیر نشیم، چون الان محموله دارم، محموله های مهمه، محموله های داستان اصلی. درگیرشیم بساط برامون درست میکنن. ببین اینجا میبینی اینا جاده است، یه روز اینجا همش درست میشه و جاده ها رو میبینید، اصلا باورتون نمیشه چقدر خفنه. ببینی اینجا میزنن. بایستا بایستا بایستا، اینجا اینجا میوله هستن، اینجا جلومون یه دونه میوله. ببین الیکون رو یه هم میدارم، ما باید برم اونجا. خب ما فعلا تونستیم اینا رو دورشون بزنیم، ادامه میدیم. خب به نظرم یه دونه از این چیزا بخوریم اگه پر باشه. پر نیست، کم بوده کم. بعد بریم تو آب پر شه، بریم تو آب یا بارون بیاد پر میشه. میگه اکتیو اسکلتون افکت ریمین اکتیو از لانگ از یو خب بعض باتری اینم خرابه یکم. این یه تیکه رو باید مدار مثلا اینجا اینجا میدونه پل نیاز داره به نظر من. خب حالا بریش کن پل رو تو سرش بخوره. پل چرا قد کوتاهه؟ خب اینجا میشه رد شد، ولی اینو میزنم که راحت تر رد شیم. یه دونه دیگه هم میزنم. اورین می ترن
بعض باتری این پای خرابه مقدار. اینجا میدونه میول داره راه میره برای خودش. نریم از اون طرف. اینجا دونه میزنم ببینم اون آب در چه وضعیتیه. خب یه دونه پله دیگه. پله ها نگاه همش خراب شده. بزنم اینایی که خراب شده رو دیگه ازش خالی بشه، یکم وزنمون کم بشه. خیلی وقت در پله استفاده نکردم. من لاسکارگوها رو الان برنمی دارم. مسیرمون داریم درست میریم به سمتش. فقط پامون نباید آف بشه که بساط داریم. یه دونه الان دیدم این چیزا شارژ کنه. چی شد جنراتوره؟ امیدوارم تا اونجا برسونه. خب اینجا بقایای اون جاده قدیمیه. وایسا وایسا یکم پرشه. اوف کچه بره چه نفسی بکش. نفسش بند اومد بنده خدا. دیگه رسیدیم دیگه بلند شو. یکم دیگه برو که این خاموش نشه. نه خاموش بشه وزنمون رو نمیتونیم خودمون ببریم جلو. آهان دیگه الان میخوام آبی شد. اینجا دیگه شارژ کم نمیشه. ولی خاموش شد دقیقا تو آخرین لحظه که داشتم میرسم بهش خاموش شد. با اینکه آبیه ولی داره فشار بهمون میاره. کمرمون رو خم کرده. خب میک دلیوری. همه چی داغونه. کفش delivering cargo. حالا با فرجال اکسپرس کار میکنی؟ کیه این؟ هرمان هولست رئیس کنونی استودیوی پلی‌استیشن. اون موقع رئیس گولاگ استودیو بود. حالا نگاه کن اینجاست. میفهمم چی کار میکنی. بریجا دارن از شما استفاده میکنن تا چیزاشون رو برسونن. باید خوب بود پسر جون. دیگه بدش من. بستر خوب رسونم خودش دیگه. گریت. این روز اول. ایوال. خیلی وقت بود که ندیدم کسی اینقدر خوب بار برسونه. مرسی. ولی صدای صدای خودش نیست. انتظار نشت باشین رئیس پلی‌استیشن بره بشین رو صدای این حرفا رو بزنه. یه صدا پیش پیدا میکنم میگه. حالا برم سمت کدوم طرفه؟ همه میدونن که فرجایل پشت اون حمله به میدل ناتسیتی حمله بود که میدل ناتسیتی رو به خاک اکسان کرد. فقط حالا ببین این زد فرجایله. انجینیر موافقش بود میگه اونایی مش قهرمانن این زدش. میگه فقط یه احمقه که اعتماد میکنه به اون تروریست ها و براشون کار میکنه. ولی خب تو اینجایی. تو داری جاشون رو میگیری و داری بیزنس رو برایش زنده نگم داری. درست میگم؟ قسم میخورم این روزه نمیشه به هیچ کس اعتماد کرد. آره و حواستم باشه نمیتونی من راضی کنی که وارد اون نتورکتون بشم. مشکل داریم با این. میدونی چرا این اواخر این همه حملات تروریستی بوده؟ به خاطر اینکه شما این تروریست ها رو عصبیشون کردین با این حرف هایی که میخواییم کشور رو دوباره با هم دیگه متحد کنیم. اینا اونا جدایی طلب هم نمیخوام به ما بپیوندن. به UCA بپیوندم. نکنه بعدش هم بخوایی بگی یه دونه چشم گاو رو اینجا بکشم مغازم. روی این شلتر هم بکشم. آره میگه فقط همین لوازم رو بیار برام و با هم کنار میایم. من دنبال درسن نیستم. آره ولی بعد بگم که این چی میگن نارنجک های خونی تو خوشم اومد ازش.
کیفیت کار میکنه، باید قبول کنه. آره میگه با این این مثلا این نارنجک های خونی چیزی نیست که شما برای خودتون نگه دارین، کلی بارکش بدبخت اینجا دارن، اینجا این برمون برمینن نیاز میکنن پیدا میکنن به خاطر بیتیا. If I could turn these out by the boatload and gear up those folks, now you're good people. I can see that. And you brought my order like I asked. آه میگه اگه بتونم این نارنجک ها رو تولید کنم و بدم به دست بارکش های مختلف اینجا، خب خیلی بهشون کمک کردم. حالا میتونم درک کنم که تو آدم خوبی هستی و اون بار هم که ازت خواسته بودم و به خوبی آوردی، ولی بیشتر از اون لازمه که قبول کنم به شما بپیوندم. کارال نتورک، پیوستن به اون یه قدم بزرگه. حالا اگه بتونی بهم ثابت کنی که بریج میشه بهش اعتماد کرد، نظرت چیه؟ یه بار دیگه برام ببر، برات میذارم اطلاعاتشو اینجا. خب وزن رو دادیم، حالا یه اوردر داریم. او خب نه، اینو برای این قسمت دیگه نمیریم. اینو برای این قسمت نمیریم، میایم بیرون چون اون میدونم اونو اینجوری نمیشه در. نمونه همونه درخواست بیجه داره. آره وایستا وایستا، اینجا میزنیم رست. اینجا بچه ها پرایوت لوم ما نداریم دیگه، اینجا نه وصله به اون مرکز ما نه چیز. خب دیگه حالا اینجا میبندیمش، دیگه ماساژ بده خودتو آخش، اینجوری سریعتر پر میشه اون چیزه. خب این قصد اینجا میبندیمش، امیدوارم حسابی حال کرده باشین. کلی کارهای مختلف کردیم، رفتیم هاف لایف، بعد اومدیم مکان جدید، رفتیم سه تا دونه بار رسوندیم و قسمت بعدی این محموله، این خیلی هیجان انگیز و ترسناک یه جورایی. اونها لذت برو باشید، مرسی که وقت گذاشتید و تا قسمت بعدی و یه چیز دیگه از همین گیم شو. خدافظ.